محاسباتمون رو بر اساس این که تمام سیستم‌های دفاعی به اصطلاح دشمنانمون دارای به اصطلاح عمل کرده موفق هستند طراحی میکنیم. خب این یک پهباد دوربرد ما رو که دارای سقف پرواز فوق‌العاده بالا هست نشون میده. این پهباد یک چند ویژگی فوق‌العاده داره. اول اینکه 30 ساعت مداومت پرواز داره، یعنی شاید حدود 3000 کیلومتر شعاع عملیاتی اینه. 3000 کیلومتر میره، 3000 کیلومتر بر میگرده، رادارگوریز هست، سقف پرواز فوق‌العاده بالا داره و هم برای شناسایی و هم برای عملیات‌های به اصطلاح تهاجمی ازش است. یعنی این با خودش چند بمب رو حمل میکنه، بمب‌های هدایت شونده، و میتونه اهداف رو در هر عمقی مورد اصابت قرار بده، از هر عمق دلخواهی برای ما تصویر هم ضبط کنه هم منتقل کنه به لحظه. و این هم ارسالش آنلاین هست. آنلاینه بله. اصلا تصاویری که شما حالا میبینید بعدن، تصاویری که داره منتشر میشه از شناورها، این رو داره این پهباد دور پرواز ما داره منتقل میکنه در واقع به ایستگاه زمینی، که اونجا به شکل مستقیم ما در جایگاه ببینید، این همون رژه 500 فروند شناوری که توسط این پهباد دوربرد نیروی هوازای سپاه داره نشون داده میشه. این موقع اصابت موشک هاست، باز اون تصویر رو منتقل میکنه. درست. بچه ما چقدر وقت داریم؟ من فقط نکته ای رو بگم، در کنار این معروف رزمایش دریایی، رزمایش نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی صورت گرفت. واقعا نیروی زمینی امروز سپاه پاسداران انقلاب اسلامی یکی از قدرتمندترین نیروهای زمینی جهان اول، به واسطه قلب بزرگ و روحیه فوق‌العاده عالی و ایمان و باور عمیق مردان اون نیرو. این اولین نکته من عرض کنم. نکته بعد این که اونها به پیشرفت‌های فوق‌العاده‌ای در نبردهای زمینی دست پیدا کردن. امروز میتونن در زمین‌های دفاعی به گونه‌ای عمل کنن که دشمن هرگز متوجه حضور و عملکرد اونها نشه.